دوم سموئیل فصل 18. مرگ ابشالوم. داوود تمام افراد خود را جمع کرده به واحدهای 1000 نفره و 100 نفره تقسیم کرد و برای هر یک فرماندهی تعیین نمود. سپس آنها را در 3 دسته بزرگ اعزام کرد. دسته اول را به یوآب داد. دومی را به برادر یوآب ابیشای و دسته سوم را به ایتای جتی. خود داوود هم می‌خواست به میدان جنگ برود، ولی افرادش گفتند تو نباید با ما بیایی، چون اگر ما عقب نشینی کرده فرار کنیم و نصف افراد ما نیز بمیرند، برای دشمن اهمیتی ندارد. آنها تو را می‌خواهند. ارزش تو بیش از ارزش 10000 نفر ماست. بهتر است در شهر بمانی تا اگر لازم شد نیروهای تازه نفس به کمک ما بفرستی. پادشاه پاسخ داد بسیار خوب، هرچه شما صلاح می دانید انجام می دهم. پس او کنار دروازه شهر ایستاد و تمام سربازان از برابرش گذشتند. پادشاه به یوآب و ابیشای و ایتای دستور داده گفت به خاطر من به ابشالوم جوان صدمه ای نزنید. این سفارش پادشاه را همه سربازان شنیدند. افراد داوود با سربازان اسرائیلی در جنگل افرایم وارد جنگ شدند. نیروهای داوود سربازان اسرائیلی را شکست دادند. در آن روز کشتار عظیمی شد و 20000 نفر جان خود را از دست دادند. جنگ بدهکده‌های اطراف نیز کشیده شد و کسانی که در جنگل از بین رفتند تعدادشان بیشتر از کسانی بود که با شمشیر کشته شدند. در حین جنگ ابشالوم ناگهان با عده‌ای از افراد داوود روبرو شد و در حالی که سوار بر قاطر بود زیر شاخه‌های یک درخت بلوط بزرگ رفت و موهای سرش به شاخه‌ها پیچید. قاطر از زیرش گریخت و ابشالوم در هوا آویزان شد. یکی از سربازان داوود او را دید و به یوآب خبر داد. یوآب گفت تو ابشالوم را دیدی و او را نکشتی؟ اگر او را می‌کشتی 10 مثقال نقره و 1 کمربند به تو می‌دادم. آن مرد پاسخ داد اگر 1000 مثقال نقره هم به من می‌دادی این کارا نمی‌کردم. چون ما همه شنیدیم که پادشاه به تو و ابیشای و ایتای سفارش کرد و گفت به خاطر من به ابشالوم جوان صدمه‌ای نزنید. اگر از فرمان پادشاه سرپیچی می کردم و پسرش را می کشتم، سرانجام پادشاه می فهمید چه کسی او را کشته، چون هیچ امری از او مخفی نمی ماند. آنگاه تو خود نیز مرا طرد می کردی. یوآب گفت دیگر بس است، وقتم را با این مهملات نگیر. پس خودش 3 تیر گرفت و در قلب ابشالوم که هنوز زنده به درخت آویزان بود فرو کرد. سپس 10 نفر از سربازان یوآب دور ابشالوم را گرفتند و او را کشتند. آنگاه یوآب شیپور توقف جنگ را به صدا درآورد و سربازان او از تعقیب قشون اسرائیل باز ایستادند. جنازه ابشالوم را در یک گودال در جنگل انداختند و روی آن را با توده بزرگی از سنگ پوشاندند. سربازان اسرائیلی نیز به شهرهای خود فرار کردند. ابشالوم در زمان حیات خود یک بنای یاد بود در درای پادشاه برپا کرده بود. چون پسری نداشت تا اسمش را زنده نگه دارد، پس او اسم خود را بر آن بنای یاد بود گذاشت و تا به امروز آن بنا یاد بود ابشالوم نامیده می شود. عزای داوود. آنگاه اخیمعس پسر صادوق کاهن به یوآب گفت بگذارید نزد داوود پادشاه بروم و به او مژده دهم که خداوند او را از شر دشمنانش نجات داده است. یوآب گفت نه، برای پادشاه خبر مرگ پسرش مژده نیست. یک روز دیگر میتوانی این کار را بکنی، ولی نه امروز. سپس یوآب به غلام سودانی خود گفت برو و آن چه دیدی به پادشاه بگو. او هم تعظیم کرد و با سرعت رفت. اما اخیمعس به یوآب گفت خواهش میکنم اجازه بده من هم بروم. هرچه میخواهد بشود. یوآب جواب داد نه پسرم، لازم نیست بروی، چون خبر خوشی نداری که ببری. ولی او با التماس گفت هرچه میخواهد باشد، بگذار من هم بروم. بالاخره یوآب گفت بسیار خوب برو. پس اخیمعس از راه میان بر رفت و پیش از آن غلام سودانی به شهر رسید. داوود کنار دروازه شهر نشسته بود و
وقتی دیدبان به بالای حصار رفت تا دیدبانی کند، دید مردی تنها دوان دوان از دور به طرف شهر می آید. پس با صدای بلند به داوود خبر داد. پادشاه گفت: اگر تنهاست مژده می آورد. در حالی که آن قاصد نزدیک می شد، دیدبان یک نفر دیگر را هم دید که به طرف شهر می دود. پس فریاد زد: یک نفر دیگر هم به دنبال او می آید. پادشاه گفت: او هم مژده می آورد. دیدبان گفت: اولی شبیه اخیمعس پسر صادوق است. پادشاه گفت: او مرد خوبی است، حتما خبر خوشی می آورد. اخیمعس به پادشاه نزدیک شد و پس از سلام و درود او را تعظیم کرده گفت: سپاس بر خداوند، خدایت که تو را بر دشمنانت پیروزی بخشید. پادشاه پرسید: از ابشالوم جوان چه خبر؟ حالش خوب است؟ اخیمعس جواب داد: وقتی یوآب به من گفت که به خدمت شما بیایم، صدای داد و فریاد بلند بود و من نتوانستم بفهمم چه اتفاقی افتاده است. پادشاه به او گفت: کنار بیست و منتظر باش. پس اخیمعس به کناری رفته در آنجا ایستاد. سپس آن غلام سودانی رسید و گفت: من برای پادشاه خبری خوش دارم. خداوند امروز شما را از شر دشمنانتان نجات داده است. پادشاه پرسید: از ابشالوم جوان چه خبر؟ آیا سالم است؟ آن مرد جواب داد: امیدوارم همه دشمنانتان به سرنوشت آن جوان دچار شوند. غم وجود پادشاه را گرفت. او در حالی که به اتاق خود که بالای دروازه قرار داشت می رفت، با صدای بلند گریه می کرد و می گفت: ای پسرم ابشالوم، ای پسرم ابشالوم، کاش من به جای تو می مردم. ای ابشالوم، پسرم، پسرم.